امروز پنجشنبه ششم خرداد 1389، 27 می 2010 و اکنون به خبرها می‌پردازیم. درود بر شما همراهان شبکه جهانی وین. لیلی بازرگان هستم. خبرهای امروز ایران و جهان را تقدیم حضورتون می‌کنیم. عضو شورای دائمی شورای امنیت همه این به اصطلاح پیشنویس قطعنامه وضع شده برای دوران چهارمین دوره تحریم‌ها رو تصویب کردن. این کار شده البته، ولی به طور کلی چین دلش نمیخواد زیاد در به اصطلاح در فعالیت‌های بین‌المللی به صورت تنها باشه. اگر روسیه بره پای حمایت ایران، چین هم خیلی دلش می‌خواد این کارو بکنه. آگاهی مردم در داخل کشور و جنبش دموکراسی خواهی که در ایران شروع شده باعث این شده که مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در جمله شیطنی در ایران مطرح بشه و خود از طریق رسانه های به اصطلاح اینترنتی و ماهواره‌ای این مسائل در ایران مطرح بشه. بنابراین مقامات ایران نمیتونن دیگه منکر بشن مثل گذشته و مجبورن که در این مورد پاسخگویی بپردازن و یا به توجیهش بپردازن. خودش را بسیار محکم و مقاوم نشون بده در مقابل بسیاری از فشارهای بین‌المللی، اما این نقطه ضعف رو بارها و بارها نشون داده. در مورد آقای پناهی اینو کاملا دیدیم، در مورد آقای رامین جهانبگلو، اکبر گنجی و خیلی های دیگر دیدیم. اگر فشارهای جهانی همراه با کار خبری قوی انجام بشه، من فکر می‌کنم که دولت جمهوری اسلامی مایل باشه که از این موقعیت ازش بدتر بشه. از رویدادهای مختلف ورزشی در نقاط مختلف جهان برای شما خلاصه گزارش‌هایی تهیه کردیم. در حال حاضر به نظر نمی‌رسه که قادر باشند که یک حرکت سیاسی رو مستقیماً اداره بکنند، ولی شاگردان ایشان و پیروان ایشان که اکثرا هم از تحصیلات عالیه سیاسی و حقوقی در جهان برخوردار هستند، امکان بسیار زیادی داره که اونها بتوانند وسیله یک تحولی در ایران بشوند. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully. یاریسیک درباره فراز و نشیب‌های رابطه ایران و آمریکا طی سال‌های گذشته معتقد است. Over this long period of time, basically 31 years. در طول این مدت 31 ساله رابطه ایران و آمریکا خیلی بد بوده، اما در دوره‌هایی هم اندکی بهتر بوده. با درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که در هر کجای این عالم که هستید شاد و تندرست باشید. یعنی واقعا ممکنه که آقای محمود احمد نژاد رو بشه اینطوری قلفتی گرفت و بالاخره آویزونش کرد از دست؟ لااقل ایشون دیروز یک کمی پروبازی در آوردن خطاب به روسیه و سر مسئله تحریم‌ها یک کمی روشون رو زیاد کردن، ولی روسیه هم روی ایشون رو کم کرد و گفت که عوام فریبی نکن بچه. خلاصه خاله نور رو اندکی دستکاری کردن و ایشون رو خیلی عصبانی نمودند روسا و به همین سبب برش کردنن حالا رو، ولی آویزون نگهشون داشتن. ولی آقای پوتین با اون پوتین گندش یک درسی داد با آقای احمدی نژاد که تقریبا بخشی از وجود ایشون دچار دردهای خاصی شد و ایشون همینطور تو هوا معلق بود تا اینکه تقی
بله، خورد زمین و حاصل این ته خوردن زمین رنگ عوض کردن های متمادی بود که خب در جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، متا رنگ خیلی قشنگی هم، حالا بعضا ممکنه سبز هم قشنگ باشه، رنگ های ایشون عوض شد و بالاخره آقای احمدی نژاد فرود اومد و به هنگام فرود اومدن دیدیم که ستاره های دور کله ایشون داره میچرخه و حاله نور افتاده گردنشون. نتیجه اخلاقی این که وقتی حاله نور بالای سرتون هست با روسایی که پوتین هم پاشونه در نیفتید.